جلسه مهم و فوق جنجالی امروز رئیس جمهور با وزیر امور خارجه قطر. همونجور که شاید با خبر باشین توی 24 ساعت گذشته جلسات فوق العاده مهمی و صحبت‌های فوق العاده مهمتری توسط وزرای دکتر پزشکیان مطرح شده و اینجا هستیم که مهمترین اونها رو با هم دیگه بررسی کنیم، مخصوصا دیدار وزیر خارجه قطر با دکتر پزشکیان و صحبت‌ها و بیانیه‌هایی که رئیس جمهور در این جلسه در خصوصشون صحبت کرد. اما قبل از اینکه برسیم به صحبت‌های دکتر پزشکیان، به نظر میرسه در یکی از مهمترین اتفاقاتی که توی 24 ساعت گذشته افتاده، بهروز عزیزی گفته که عبدالکریم حسینزاده بالاترین مقام اهل سنت در تاریخ جمهوری اسلامی است و پزشکیان به وعده خود عمل کرد و یک جوان نخبه و کاردان رو که اهل سنت هست معاون رئیس جمهور شده. الان حسینزاده معاون توسعه روستایی و مناطق محرومه رئیس جمهور شد، طبق دستوری که امروز صادر شده و عنوانی که امروز تعلق گرفته. وعده مهمی هم توسط وزیر راه و شهرسازی اعلام شده که نیمه کار بازار مسکن دهک پایین در یک سوم آیندهش خانه‌دار خواهند شد و به محرومین و کارگران خانه‌هایی تعلق خواهد گرفت. اما در خصوص دیدار وزیر خارجه قطر، همونجور که شاید در تصویر ببینید، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به دیدار او رفت و از او استقبال کرد. در ادامه‌ش هم رئیس جمهورمون در دیدار با وزیر امور خارجه قطر صحبت‌های فوق‌العاده مهمی انجام داد. دکتر پزشکیان در دیدار با وزیر خارجه قطر گفت که حامیان رژیم صهیونیستی رژیم را وادار به توقف نسل‌کشی کنند. در غزه هر ساعت و دقیقه حقوق انسانی و همه قواعد حقوقی بین‌المللی نقض می‌شود، اما کشورهای مدعی از اون دفاع می‌کنند. اون حقوق بشر که گاهی برای محاکمه یک فرد فریاد سر می‌دهند، در برابر این جنایت نه تنها سکوت می‌کنند که حتی از بانی این جنایت و نسل‌کشی حمایت هم می‌کنند. صحبت‌های مهمی بود که دکتر پزشکیان در دیدار وزیر خارجه گفت. در ادامه‌ش هم وزیر خارجه قطر گفت که روی نقش آفرینی سازنده ایران در حل مسئله غزه به عنوان یک بازیگر همواره حکیم و مسئول حساب باز خواهیم کرد. دکتر پزشکیان به نظر میرسه طبق دیداری که داشته گفته که بنا نداریم از مدیران رو تغییر بدیم و برای عبور از چالش‌های کشور باید با روش‌های علمی اداره بشه و ما معتقدیم که هیچ مشکلی رو در دنیا وجود نداره که راه حل برون رفت از اون وجود نداشته باشه. ما بنا نداریم که همه مدیران کشور رو با برچسب‌های مختلف تغییر بدیم، بلکه معیار ما شایسته گزینی بر اساس شاخص‌های تعیین شده است. طبیعتاً اگر مدیری در ارزیابی‌ها و رتبه‌های قابل قبول کسب نکنه و اگر هم که کسب کنه باقی خواهد موند، اگر هم نکنه که بگه کنار خواهد رفت و مدیرانی که بدون تخصص و شایستگی منصوب شدند کنار خواهند گذاشته شد. صحبت‌های فوق‌العاده مهمی بود که دکتر پزشکیان انجام داد و یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی هم که افتاد در خصوص وزیر اقتصاد بود که در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت به این نتیجه رسیدیم که دشواری معیشت مردم از حد معمول خارج شده. موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی مشکلات دامن زدند. کسری 17 میلیارد دلاری تجارت غیر نفتی قطعا ناشی از حکرانی غلط بوده. صحبت‌های عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد بود که امروز مطرح شد و با ما همراه باشین چکیده مهمی از اتفاقات 24 ساعت گذشته رو ببینیم. دوستان گفتم آقا با معلمین بازنشسته، شما میدونید ما یکی از بهترین راه‌های کمبود نیروی انسانی، ما این بازنشستگان معلم هم. به خدا قسم اگر برای معلم یه ذره احترام قائل بشیم، معلم جانش رو فدا میکنه. معلم اینجوری ها جانش رو فدا میکنه برای نظام تعلیم و تربیت. من به مدیران کل گفتم معلمان رو بخواهیم، دعوت کنیم، خواهش کنیم، کمک میکنن. چرا کمک نکنن؟ خب همه تونم در جریان هستید، یه بخشنامه اخیرم فرستاده بودن که آقا معلم 70,000 معلم دارن بازنشست میشن اول مهر. یه بخشنامه فرستاده بودن که خلاصه کسی
باید دو تا شرط رو داشته باشه که بازنشست بشه، 35 سال و 65 سال، 30 سال و 60 سال. خب یه موجی از نارضایتی ایجاد کرده بود واقعا. معلمی که 30 سال توی نظام تعلیم و تربیت خدمت کرده، ما با قلبی رنجیده باش برخورد میکنیم. چرا اینجوری برخورد کنیم؟ ما این بخش شما رو واقعیتش لغوش کردیم دیروز. گفتیم ما دست معلم‌ها رو میبوسیم، خودشون میان. تا همین الان نزدیک 30,000 از همین معلم‌های بازنشسته ثبت نام کردن که بیا کمک کنم به ما که به هر حال بتونیم این فضا رو پوشش بدیم. ما انداخته باشین صحبت‌های از عباس عراقچی رو در روزهای گذشته در برنامه زنده‌ای که توسط صدا و سیما منتشر شد واسهتون گذاشتیم، و دکتر عراقچی از صحبت‌ها و ارتباطاتی که ایران در آینده خواهد داشت صحبت کرد و به سوالات زیادی پاسخ داد. اما در جدیدترین صحبت‌ها و گفتگویی که انجام داده، خیلی از مسائل رو روشن کرده و مهمتر از همه پاسخ‌دهی ایران به رژیم اشغالگر رو پرده برداشته که تو این ویدیو خواهیم پرداخت به صحبت‌های مهم دکتر عباس عراقچی وزیر امور خارجه. در ابتدای این کار با صحبت با همتای عربستان خودش اینجوری گفت که عربستان سعودی در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی از انتخاب ایشون اول تبریک و تهنیت به عمل آورد و در این گفتگو همچنین آخرین تحولات روابط دو جانبه منطقه رو با هم دیگه بررسی کردن و در دو طرف با اشاره به استمرار جنایت رژیم صهیونیستی در غزه و تشدید تنش در منطقه بر ضرورت افزایش تلاش‌ها برای متوقف کردن جنایات صهیونیست‌ها و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه تأکید کردن. در مهمترین صحبت‌هایی که دکتر عراقچی روز گذشته انجام داد، یک توییت مهمی رو هم منتشر کرد و گفت که دیروز و امروز همچنین وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در تماس تلفنی به این جانب تبریک گفتند و منطقه قفقاز برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت ژئوپلیتیک و راهبردی داره. قرابت‌های تاریخی و فرهنگی و جغرافیایی اهمیت‌های زیادی برای دو منطقه و دو کشور خواهد داشت. عراقچی در مهمترین صحبت‌هایی که در برنامه زنده و گفتگوش با همتای ایتالیایی خودش منتشر کرد، شما هم اینجا هستین که این صحبت‌ها رو بشنوید، اینجوری گفت که به دنبال تنش نیستیم ولی از اونم حراسی نداریم. در ادامه رایزنی‌های تلفنی وزرای خارجه با وزیر امور خارجه کشورمان در ظرف امروز و دیروز، وزرای خارجه ایتالیا و جمهوری آذربایجان و عربستان، مصر و ترکیه و دیگر افراد با دستگاه دیپلماسی ایران تماس گرفتن. اما بخش ویژه این صحبت‌ها کجاست؟ بخش ویژه این صحبت‌هایی که دکتر عراقچی انجام داد این تیکه بود که به وزیر خارجه ایتالیا گفتم واکنش به اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در تهران حتمی هست. و این سوال و این پرسشی که از دکتر عراقچی انجام شد فوق‌العاده جنجالی بود و فضای مجازی حسابی پخش شده بود. وزرای خارجه مصر و ترکیه و عربستان هم برای تبریک و صحبت‌های بیشتر با دکتر عراقچی تماس گرفتند.